سلام علیکم خاله. سلام زنده داشت. علیک سلام راکشی جان. بیا بشین، بیا عزیزم. خاله من همینطوری بی هوا اومدم اینجا. شما که عصبانی نشدین؟ بشین اینجا، بشین آفرین. چرا باید ازت عصبانی بشم دختر؟ در واقع از بابات عصبانیم. اتفاقا امجد و هم خیلی دعوا کردم که چرا دیشب رفتین و همچین کاری کردین. بهش گفتم که تو اون خونه علاوه بر فیض الله دختر ما هم زندگی میکنه. آره دیگه، پس چی؟ نامادری که برای توی بدبخت اومده. رفتارش با تو چطوره؟ راکشی؟ بله. به چی نگاه میکنی؟ من فکر کردم که کسی مرغا رو... خاله، من واسه این اومدم اینجا پیشتون که به هم بگین یه دعایی بخونم. میخوام اون زن همونطوری که با پای خودش اومده خونه ما، همونطوری هم با پای خودش بره. من شنیدم که کلام خدا خیلی قدرتمنده. آره آره، چرا که نه؟ دعای آدم اگه از ته دل باشه هیچی غیر ممکن نیست دخترم. بهت میگم چه دعایی بخونی. خب خاله، من دیگه میرم، موقعی اومدن بابا رسیده. به سلامت. برو، به خدا میسپارمت. هی هی. تعریف کن دیگه. چی میخوای بگم؟ خب از اونجا بگو دیگه. این همه مدت اونجا زندگی کردی، 24 ساعته با نامزدت بودی، حتما ملاقات یه عاشقونه داشتید، حتما حرفای عاشقونه زدین. چی میگه پسر؟ وقتی اونجا بودم نامزد نشده بودم، وقتی نامزد شدم اینجا آوردنم. الهی بمیرم برات. بگذاریم، تلفنی هم حرف نزدی؟ نه خیر. عکس زن داداشو ببینم. تو خونه چهار تا زن داشت داری نه؟ آره. برو اونا رو ببین. دارم میرم خونه. وقتی میخواستی بازی کنی اون وقت صدا. ای بابا، بعد مدت ها اومدی داری کجا میری داداش؟ بازی رو تموم کن. مامان نتما منتظرمه. خب زنگ بزن خبر بده. تا غذا نخوری که نمیذارم بری. مطمئنی پسر؟ آره. اسلم، این اسلم. وای مرسی ماما، کار خیلی خوبی کردی. همشون رو اوتو کردم. تو با امجد نرفتی؟ نه، کجا؟ همه اهل محل خونه ی حاجی جمع شدن. خب برای مسئله فیض الله دیگه. نه خیر، من اونجا برم چی کار؟ اگه میرفتی خیلی خوب میشد. منم میفهمیدم که حرفای من روی امجد تأثیر گذاشته یا نه. با همه اهل محل دشمنی رو شروع کرده. آخه مامان ما اونا رو چه؟ یواشتر بذار. منظورم اینه که این درسته بگیم که از این محل برن؟ شاید این تهدید روی تصمیم فیض الله تأثیر بذاره. و اگه اونا واقعا اینجا رو ترک کنن و برن؟ خب چی کار میتونیم بکنیم وقتی مرد گنده توی این سن و سال عاشق شده و کوتاه نمیاد؟ راکشی بیچاره هم خیلی ناراحت بود. امروز اومده بود و با هم حرف زد. راکشی اومده بود؟ خونه ما؟ آره. تو چرا هیجان زده شدی؟ نه، هیجان زده نشدم. فقط از این تعجب کردم که عمو فیض چطوری بهش اجازه داره که بیاد خونه ما. آخه مگه ما دشمنشیم که بهش اجازه نده اینجا بیاد؟ بی خیال، تو به امجد زنگ بزن. میرم نماز بخونم، بعدش بگو چی شده. بالاخره بفهمیم چه تصمیمی گرفتن. عوضی، احمق، بیشو. تو کجایی؟ سکت؟ همش ور ور میکنه.
مثل آدم میخواستم ساعت 4 خونه باشم. تو با اون ساندویچ خوردنت. به خاطرت نتونستم اون موقع خونه باشم. لعنت به تو و ساندویچ خوردنت ندیم. برو گم شو دیگه نبینم ات. برو. لواشکه. اینقدر زیاد؟ من 6 تا بسته خریدم، همشون مال تو باشه. ولی چرا؟ آها، میخوای به هم تهمت دزدی بزنی که خاله بازم کتکم بزنه. نه بابا دیوونه، دارم میرم خونه مامان بزرگم، دیگه اونجا میمونم، پس اینا مال تو باشه. خب به خودت ببر. نه خیر بابا، مامان میگه بچه های دایی منو مسخره میکنن که این پسر مثل دختر لواشک میخوره، واسه همین نمیتونم اینا رو با خودم ببرم. اگه لواشک خوردن کار اشتباهیه پس من چرا بخورم؟ چون دختر سر به هوایی هستی. نه خیلی خودتی. دختره دماغو. دختر دماغو خودتی، پسر دماغو. کانال ما رو سابسکرایب کنید، حمایت شما به ما روحیه میده. تجھ سے ہی پھر اپنی پہلی سی محبت مانگ